منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ ایران بنامی چی میگه؟ در رسیدن به مقصد قرآن گهی رد کلمه به ضدش نیاز است، بدون از او مطلب غلط میگیری. این اصل است، اصل تخصصی است، از مسلم و ثبوت با دیگر تعبیر است، بنامی نفی طبیعت است. لا توته طبیعتش میگه مشتمل رد اردوس، لیکن او رم بدون رد نمیشه، نفی طبیعتم بدون رد به ضدش نمیشه. اول ضدین امر و نهی است، بلند صدای تا میشنم ضدین چیست؟ بلند کو صدای تا امر و نهی. ما یک دوره به تجزیه و تحلیل میریم، شما یک سراغ قواعد ریاضی داخل شین برین که در دنیا چیست، برای از کجا تجزیه را شروع میکنه، در کجا میایه. شما گوشه برین باز میفهمین که او از قرآن بالایی داره مگر؟ نه، یک تجزیه میکنیم، از سر شروع میکنیم، سرش گپ میزنیم. اطع منهم آثما او کفورا، رد به طرف امرش رفتیم، به طرف نهیش میم ولا تطع واحدا منهما، یکشه میتعاد نمیکنیم، نه آثمشه نه کفورشه. این فهم این موضوع برای رد اشکال مستشرقین است. فهم این موضوع از آدرس گرامر برای رد اشکال کیست عزیز دلم؟ بگونه مستشرقین ناجوان مرد در تاریخ امت اسلامی است. الله رب العزه رحم کنه. قبلا اگر او را تکرار کنم بحث مطلق و مقید بود، نه؟ او را یک تعبیر دیگه هم است، رد الان زیری ها، رد الکلمه الى نظیرها. این گرامر عصر 21 است، او این رقم است. قرآن یک جای رقبه میگه، دیگه جای رقبه مؤمنه میگه، باز هم قانون میاری که حادثه واحده حکم واحد، باز این را به نظیرش چی میکنیم؟ بلند بگونی به نظیرش رد میکنیم. عزیز دلم به این خاطر خدمت عرض میکنم، در عین حال به نام دلالت و سیاق، پیشتر قبل و بعد گفتم تنایی را به تنایی بگی، دلالت و سیاق این یک بحثی است که برد مستشرقین جهان امروزی است. من خدمتتان عرض کردم در آغاز، تو بفهم که در کدام قرن استی، قرن 1500 نیستی، قرن 21 استی، قرن 21 استی. در قرن 21 مخاطب تا بشناس و تو بری چی آمده به خانه تان چی میبری. یک روز مهمان دانشگاهی میش، الله دریانه یارد، یک دانشگاه ملخ یک سال مهمان بودم، به انداز مراجعین بود که به 5-6 هزار شاید رسیده باشه، به نماز در پشتی هم دیگر سجده کردم، جایی نبود و بحثا کاملا دوستانه بود، با فضل و مرحمت پروردگار سوالای جنجالی را به دیگه تخنیک اوسش کردیم. بیایم سر از این که به اعتراضی که علیه قرآن وارد میشه دلالت سیاق، میگه قرآن گفته ذوق ذوق اینک انت العزیز الکریم، چلونوی دخان. سعی که ای فاضل گرامی، به خدا به ما و شما شرم است. دشمن چی میگه؟ میگم این کسی را که شما برش جهنم هم تیار کردین، آتش جهنم، مگم قرآن گفته که ذوق اینک انت العزیز الکریم، سیکو معنا کردن سیکو. میگه بچش زیبایی را بچش، اصل را بچش، تو یک شخصیت عزتمند ارجمند، همون چیز استی، پیش ما مهمان استی، تو چیغ میزنی که جهنم است و از آیتی را به سرت میگیره. نرسیده صدای تا بلند استدلال مستشرقین گرفتی نگرفتی؟ مستشرق به چی حال است؟ موتو به چی حال است؟ مثال مرا میفهمی؟ یک کافر یهود نصارا مسلمان چپه کده، دو نفر جنجال داره، کارتم در دستش، اونش میگه مذهب همی کنم، این مسلمان دیگهش میگه مذهب همی کنم. مسلمان چی میگه؟ بین شما یک فیصله دارم، هر کدام زغه میکنین خب به دست راست زغه کن. معمولیت یک مسلمان نمیست؟ بلند بگو یکی چی هست معمولیتش، خودت میفهمی. تا پاییگه زا پاییگم نور تا پاس مکن، معمولیت ما خیلی نیست.
چسبیدن ما به جان هم در مسائل کوچک در تاریخ امروزی اما قمیگم به جز زمین دیگه حیثیت نداره، به جز زمین دیگه حیثیت نداره. دشمن دارن ما را ذبح میکنن، ما میگیم خیر امور به دست راست ذبح بکو، این کار نکنیم. سر از باید درست بیندیشیم که کار و مسئولیت ما چیست. میگه قرآن گفته فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. قرآن گفته کسی که میخواه ایمان بیاره، کسی میخواه کافر شوه. آیا امی میگه آزادی در عقیده نیست؟ امی جواز ارتداد نیست؟ از کجا شما این مرتد اعدام میکنین؟ در کدام آیت قرآن گفته که مرتد اعدام شد؟ اینی اعتراضات را از آیات قرآن به گرامت دلالت سیاق جواب میدی. ذوق انک انت العزیز الحکیم، این تعبیر کلام الله است و به چی تعبیری گفته میشه و به الله معلوم است. یک نفر رو شما میگیم بسو برو ملک خراب کردی بکن، یا بگو اگه با الله بشی دیگه نان بخور دیگه چی میکنی دیگه، این عزت است؟ کلی چیز همی جاست نمیخوری خیلی چی میخوری دیگه، همی عزت است؟ دلالت سیان قمیز که خواه در دنیا که تو امپراتور بودی قلدور بودی آلی چطور استی؟ بگی از عذاب جهنم بچش که چی میشی، رودایت از رای پایان میفته یا نمیفته؟ این دلالت چی گفته میش؟ باز هم به زبان قرآن گپ بزن، به عرف قرآن گپ بزن عزیز دلم. به این خاطر خدمت عرض میکنم همیش شما به این مطلب متوجه باشین که در غیر از اون مشکلات زندگی بیشتر میشه. ما یک مثال برات دادیم، یعنی سیاق قرآن کریم همیش یک فرمول زندگی است که ما و شما او را باید بفهم. یک اصل دیگه داریم، نقل از معنای اصلی. باز هم به آیاتی که به اصل معنا خود درست است، لیکن یک جای است که از معنای اصلی خود نقل کرده ولی تو نمیفهمی. یک دوست داری در تخار، 14 سال بعد رفتی در کوچه شون، سر دروازه شون نوشته است آرایشگاه. میگی خب مولوی اندیوالی ما بود، همسایه را پرسان میکنی، میگی خانه را فروختن رفتن. ببین از جای اصلیش نقل کرد. تو کتی خانم و دوست میمان رفتی اونجا آرایشگاه نوشته است. تو ناگزیر استی که جای زور پیدا کنی. آلی در قرآن کریم امی رقم از قرآن میگه لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين. 28 آل عمران، هیچ مؤمنی حق نداره که کافر چی بگیره، دوست بگیره. من دون المؤمنين، خب سیکو دون به معنای چیست؟ در اصلش دون للمکان الذي هو انزل من مکان غیره، یک کسی که از دیگه پایانتر باشه مکانش. دون شی ناچیزم میگن، دون شی چی را میگن؟ ناچیز. بعد استعارتم هر جایی که تفاوت باش، نخست معنای دون کمتر مکان از دیگه، تو در زیر خانه و در بالا خانه. دون معنای دون ناچیز حقیر. سوم استعاره کردن هر جایی که رتبه چی باش متفاوت باشه با هم. اینالی هر وقتی که امر از این قبیل شد خب یادت باش بعد از این در دوم استعاره کلی ما تجاوز از حد خودش، هر چی که از حد خود چی کرده باشه به جای شده باشه او را دوم میگن. معنای آیت در اینجا چیست؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، معنای که کافر در زیر خانه دوست نگی، اگر در بالا خانه گرفتی خیره. معنای شمیس نه، دشمن سر تو حمله میکنه نمیرسه، دشمن سرت حمله میکنه. این گرامر قرآنی تسیکو میگه شما تخصص تفسیر نخوندین نمیدونین، تخصصی پیش نمیرین، مطلق دوستی را من کردین. وقتی که شما این را میبینین از معنای اصلی خود نقل کرده، معنای چیست؟ لا تجاوزوا ولاية المؤمنين الى ولاية الكافرين اصلا، هیچ کسی را اجازه نیست که از دوستی مؤمن تجاوز کنه به دوستی که رو آورد کافر. این استعارویش است، معنای استعاروی کلمه دون است. و مستشرقین به این حد دقت کرده سر تو اعتراض کنه
و تو جوابش از گرامر داده نتانی، فکر میکنم یا از آدرس این و آن بلندتر است. به او خاطر خدمتتان عرض کردم عزیز دلم. انشاءالله مطلب گرفتیم. به یه طرف تگوری طرف ساعت نگاه میکنی، نگاه نکنی امروز خدا ده گیری مداد شما. این قروز بیکار شیشتین دیگه، هر روز کجا شروع میشه کجا امی روز است دیگه. یک بحث داریم، السلامت من التدافعی، السلامت من التدافعی. آیت قرآن چنان معنا کو که از تدافع در سلامت باشه، چنان چی که در سلامت هم هست. از جمرات که بیرون میشین در وقتی که الله شما را کلتان را ببره، در یک لوحه نوشته است که لا للتدافعی، لا للتدافعی. حاجی منو تو چی میفهمه که او چی است؟ یعنی راه برآمد جداست، درآمد جداست. اگر از دو جانب شد چی میه؟ تدافع میه. زنانه هم داریم به اجازت، هم خوشوی ماست هم خانوم ماست. سالی چندم بود یادم رفته وقتی که دیجا برآمدیم امی افریقایا و تدافع شروع کردم، یک رقم ازدحام شد به اجازه گرمت که 9 دقیقه دوام کرد سانتا قید کردم. اگر 13 دقیقه دوام میکرد قتل عام بودیم. امی تو یک تدافع بود با یک جهلی را که در لوحه تدافع داشتیم قریب قتل عام انسانیت بود. ما به زبان مختلف صدا میکردم، با 3-4 زبان صدا میکردم امی مردم است که تدافع نوشته است جمعی خو کشتار مردم است، کسی در غمی کسی نبود. با زیاد صدا کنیم توش نمیشه. سلامت از تدافع است. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. 122 توبه نوشته که مشکل حل میشه. 122 توبه ده خبره چه چادر نپخته نو که چه چه مزده که ورطوه چه زام نه که آسان نویشته شو شماره آیت است. بعدا خود در پاک نویسی در وسیله داشتی تنظیم می. الله رب العزت میگه کل مؤمنا به جهاد نمیرن. معنای شمیس نی؟ و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. دوم در آیات دیگر توبه با چی میگه؟ ما کان لی اهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا. ای دیگه آیت است. میگه این مردم مدینه و اولی مدینه را هیچ کسی را اجازه نبود که از جهاد چی کنن؟ بگونه تخلف کنن. و دو دیگهش گفتی که کلشان نروه. اینجا گفتی کسی را تخلف اجازه نیست. اما تو یک توجیه بکو که از تدافعی که مستشرق سرت حمله میکنه از او در نجاتش باش. اما بتاسف ما و شما خو میگم که دست راست بکش که ثوابش زیادتر است. الله رب العالمین رحم کنه. وقتی که شما ایر نگاه میکنین توجیه مشخص میشه، توجیه مشخص میشه. او آیتی که گفت که کل مردم به جهاد نمیروند معنایست قسمت برای تحصیل علم قرآن و حدیث مصروفن. و انکه ما کان لأهل المدینه و من حولهم، لأهل المدینه معرف است و من حولهم من الاعراب معرف است. معنایش ایست که غیر از او کسایی که مصروف قرآن و حدیثن. یک رقم معنا بکو که از تدافع برای یک اپ میرسین یا نی؟ این طوائف از بادیه و از کجا و از کجا تا خود شهر که با هم بیندیشیم صورتی که قضیه به تدافع نرو. امیست که خدمت شما عرض کردم، امیدوار استم مطلب گرفته باشید. انشاءالله مطلب گرفتیم. یعنی توجیه شد که الف لام در کجا کارت میای الکلمه تو لفظنه که خوانده میری سر از خود درست بیاندیش. یک بحث داره معرفت کلیات قرآن با استثناءات قرآنی در تفسیرش. البته معرفت کلیات و آنچه که از او استثناء هست. مثلا شخصیت علمی گفتن کل ما فی القرآن من ذکر البروج فانها الکواکب. یک کلیه است. کل ما فی القرآن، هر چی که در قرآن کلمه بروج باشه او ستارگان است. صحیح شد. و السماء ذات البروج معنایش چیست؟ آسمانی که ذاتی چیست؟ ستاره. با طرف تسریع و چغمنی نبری توجیهات شطحات آورده در قرآن بچسبانی. و بعدا باز در قرآن چی میگه؟
اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اینجا هم بروج بابو بر که در ستاره های مشیده نه، اینجا بابو نیست. هم کلیه را بدان، هم چیزش را بدان، استثنائش را بدان. کلیه را کت استثناء، کل فاعل مرفوع، لقد تقطع بینکم، بین فاعل است مرفوع نیست. ولا تعد عیناک، عیناک مفعول است ولی عینیک نیست. و هر جایی که کلیه را میفهمیدی تخصصی سراغ چیزش برو. استثناء با تو مسلط میباشی. گفتی کل ما فی القرآن من البروج فإنها الكواكب. یک نفر میگه شاگرد دستش بالا میکنه بفرما، میگه این ما تکونی یدرککم الموت، با جواب تو چی است؟ شاگرد پرسان کرد گفت که جا انی زیدانی کل فاعل مرفوع، امی زیدانی چرا زیر داره؟ گفت خیلی زیدانو بخوام. گفت استاد جا انی زیدانو یک رقم ثقیل تمام میشه. گفت هر کدامی که آسان تمام میشه دیگه. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در اینجا قصر محکم بلند منزل از مشیده فهمیده میش. و در این حال از امو کلیه چی می باشه عزیز دلم بگو؟ از کلیه استثناء می بوده باش. از کلیه چی می باشه؟ استثناء می بوده باشد عزیز دلم. الله رب العالمین ما و شما را رحم و کرم بفرماید. یک بحثه که دیگر هم کمی پیش میکنم بعد انشاءالله امروز به پایان میرسانم. زیر نام شرایط فهم نصوص است، عنوانش امیست شرایط فهم نصوص. خودم و مغز و روانت بیاندیش که ما چی گفتم. یعنی نص قرآن و حدیث خو همه داریم و یادتان باش. هر کس میگه قرآن حدیث، هیچ کسی از این انکار نیست. هرگاه که کسی انکار نیست، اینجا باید قضایای را خدمتت عرض کنم که جلوی اختلاف و تفریقه را بگیر. مصیبت در اینجاست که میگم قرآن و حدیث که بود دیگه دمی دیگه و دیگه چی نیاز است؟ قرآن و حدیث را به مشرایطی که مطلب گرفته شوه امو چیست؟ خب نگاه کن. نص شرعی، خب یادت باش در نص صریح قرآنی که چی؟ حدیث بخاری، پیامبر صلی الله علیه و سلم مرد انصاری را امیر جبهه انتخاب کرد. مردم از سیمینار داد که از این اطاعت کنه. سیس وقتی که رفتن گفت اجمعولی حطبن، فرمان داد گفت چوب جمع کن. فجمعو له، چوب جمع کردن، حدیث بخاری است. ثم قال اوقدوا نارا فاوقدوا، گفت ایره درش بتن. ثم قال الم یامرکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تسمعوا لی و تطیعوا، گفت پیامبرم به شما نگفت که از امیرتان ام اطاعت ام بشنوی؟ قالوا بلا، گفت که وقتی امر از این قبیل است فدخلوها، دی آتش داخل شد، دی آتش داخل شد. قال فندر بعضهم الى بعض فقالوا انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، ما که بر رسول ما نوردیم از آتش گریخته بودیم. مال تو مال دایی زندگی ما آتش در میدی خودمون نمیشه. عزیز دلم همیز که غضبش خاموش میشه، آتش خاموش میشه، برمیگردم. پیامبر علیه السلام میگه لو دخلوها ما خرجو منها، اگر میدر آمدین دیگه برآمدن هم تا قیامت نبود. قیامت هم بعدش الله میدن.